کدام گزینه نادرست است؟ خب بیایم بررسی کنیم. گزینه شماره 1، هر عدد طبیعی یک عدد گویا نیز هست. بله، هر عدد طبیعی میخوای مثال بزن یک عدد گویا هست. بله، اعداد گویا عددی هستند که به صورت کسری بتونیم بنویسیمشون. خب و حالا شرط این که مخرجش هم مخالف صفر باشه رو باید رعایت بکنیم. اما یه عدد طبیعی مثال بزن، یک، عدد دو، عدد ده. آیا میتونیم کسری بنویسیم؟ بله، عدد ده و شما مخرج یک بده، ده یکم کسری شد میشه گویا. پس تمامی عدد طبیعی گویا هستن. آقا تمامی اعداد صحیح چی؟ بله گویا. تمامی اعداد ارزم به خدمتون حسابی چی؟ بله گویان. هر عددی که شما میخوایی مثال بزنید تقریبا قریب به اتفاقشون میشه گویا، الا یه سری از اعداد خاص که حالا بعدا باشون آشنا میشه. پس معنای گزینه یک درسته. گزینه دو، معکوس هر عدد گویا یه عدد گویاست. یه عدد گویا مثلا ده یکم، معکوسش چی میشه؟ میشه یک دهم. اگه ده یکم گویاست، ده یک دهم هم گویاست دیگه، عدد کسری دیگه. اما یه شرط داره، اگه عدد شما صفر باشه، صفر یکم گویاست. بله بله گویاست، صفر یکم گویاست. اما اینو برعکسش کنی چی میشه؟ میشه یک صفرم. صفر تو مخرج نمیتونه باشه. پس این داره به ما اشتباه میگه و جواب اون میشه گزینه شماره دو. اما گزینه شماره سه، بین هر دو عدد گویا بی شمار عدد گویا وجود داره. بله، دو تا عدد گویا در نظر بگیر، مثلا فرض کن دو سوم و مثلا پنج هفتم، بینشون میتونی کسر بنویسی؟ بله، یکی از راه‌های نوشتن کسر بین دو تا کسر اینه که صورت‌ها رو با هم جمع کنی، مخرج‌ها رو با هم جمع کنی. دوباره چی؟ بین این دوتا میتونی بنویسی؟ بله، صورت‌هاشو با هم جمع کن، 9 مخرجش هم با هم جمع کن 13. بین این دوتا بی نهایت میتونی کسر بنویسی. بین دو تا عدد گویا بی شمار کسر و عدد گویا وجود داره، اینم درسته. و آخریش، بین بزرگترین عدد صحیح منفی، بزرگترین عدد صحیح منفی، بریم به سمت راست، بزرگترین میشه منفی 1، کوچکترین عدد صحیح مثبت، بیایم سمت چپ تو مثبت ها میشه مثبت 1. یک عدد صحیح وجود داره بین منفی 1 و مثبت 1، یک عدد صحیح وجود داره، چیه؟ اونم صفره. داره درست میگه. جوابمون میشه گزینه شماره 1.